خاله شیما کامران است. سلام علیکم. خاله شیما هستم. امروز هم بازم به برنامه هستم. آشپزی. آش. البته امروز آشپزی را دیگه میمانیم برای خاله بادامگان. بادامگان. خب سلام خدمت تمام بیننده‌های عزیز، هر جای دنیا هستین، امید که سلامت باشین، سر حال باشین و امروز بازم ما برنامه آشپزی داریم و خاله شیما جان عزیز و خاله بادامگل جان قند در کنار ما هست و ما سه خانوما میخواییم که یک آش وطنی جانانه آماده بسازیم. سلام بیننده‌های عزیز، خدا کنه که جور و سلامت سر حال باشین، با آشپزی آش با ما باشین. البته امروز بخیر آش آماده می‌سازیم و نگفته نمانه بیننده‌های عزیز که باز هم ما امروز در خانه خاله بادامگل جان هستیم، همینجا می‌خوایم آشپزی کنیم که ببینیم. ما را زیاد گفتن که باید همینجا بین که ما آش خوب اما تو دیگه آش وطنی برتون آماده می‌کنیم. وطنی شروع که بخیر دیگه که مواد لازم شم یا خودت بگو که یا ما بگویم بیننده عزیزم بگه. خب خود تاله چی رو میپولی؟ نیخواه خیره است، ایک خواهر آمادم بود من گفتم کل چیزی داماده است، گفت یا خب خیره است، اما گوگر داماز پرد جون از ما که است چکمقیز گاز خودم و مخته است که اون بازی دری بود خیره خب خیره است. بیننده عزیز، آش را که امروز ما آماده میسازیم مواد لازمش آش وطنی رشته است. آش وطنی رشته ما میخواستیم سر خاله شیما آش برش کنیم اما خاله شیما گفت خیره ای باره گفت آش آماده بگیرین، گفت دفعه بعد باز من خودم گفت برش میکنم و نان وطنی هم گفتی جور میکنم و آش وطنی خواهی هم گرچه وطنی یا وطنی بریندو عزیز. آش است نخود آماده ساخته بود قبل از قبل، لوبیا دیگه، پیاز است، زردک است که من نزده داشت، رومی است، مرچ تازه است، سیر است، سیر است، پیاز است، مساله دیگ است که گشنیز هم هنوز ریزه نکردیم که من باید ریزه کنم و چکام است که چکه را گفتی خوب که آش آماده شد در سرش مستدیم. خب بسیار خوب، خیلی ما کار ما را میکنیم و قسام میکنیم، خود تنها نمیمانیم، نه دیگه خود کار دارم. سیر ریزه کنم، سیر هم ریزه کنم، سیر هم ریزه کنم، رومی هم از خودت، پیاز هم از خودت، اولا مرچ ریزه کن که امروز ما کمکیستم. تو کمکیستی امروز؟ امروز ما کمکیستم، میخوام که ما کتنه خاله بادامگل امروز کمکیستم. ببینیم که بخیر از این مرچه آماده شد، اگر پیازه ریزه کنم من مرچه ریزه میکنم امروی سیر. ما چرا گفتم مرچه اول ریزه کنم؟ دلیلش همی خمی؟ کنال سر روغن بیشتم تو اول مرچ ریزه کن تا بستای تون میشه که رومی را ریزه کن تندیش پس از غیم برای چقدر دوست دارم. دیگه تا ماو داشت خاله بادام گل که جنگ بگه شکست خاله بادام گل خیلی داشت پزی تکل هست دیگه پا نزن مادر باشه و واش پزی کده نتانم میتانم. میفهمی خاله شیما که چی هست؟ ما دفعه قبل کامله بینیم خاله شم یک شوله قلوتی آماده ساخته بود کچری آماده ساخته بود که بسیار مزدار بود و واقعا مزدار بود کارم مزید زدان رفت. من این بارم آماده بود و خیزه مو آماده بسازم مگرم دیدیم که این آش دو کام آماده می کنم. یا خوب است نه دیگه هر دفعه یک چیز مزدار می کنم، هر چیز که انتخاب کنی ما برات آماده می کنیم. خیر ببینی خوبان بستایت کن، تشکر بسیار زیاد. خوب تند تیز ما عادت داریم. پیازم یک دانه من دازیم؟ آم یک دانه کفایت میکنم؟ پیازه کلان بود. خواه بزارم برو مایره چی میکنم؟ نه نسیمه جان پیازه ریزه کنم. خواه؟ آه چکا خوبی بود زیاد چه پیاز نزد میگه لوابدار میشه لوابدار میشه. اینا سیرون ریزه کردیم؟ آه پیازه پس تراش کنم. خواه آشه دیگه همه تو تیره بیایه دیگه میمانیم برای خودش که تیره جور میکنه و گین جور میکنه. نه دیگه تیره نه دیگه خاله شیما آش دیگه که ملاقه خورده شده. که قاشق پنجه خورده نشه؟ نه خواهش دمه نه است که خواهش دم داده است که قاشق پنجه باز ما وطنیش جور کردیم خارجیش نه خارجی نه وطنی. خاله شیما چند رقم آش آماده میتونیم؟ آش پلنی از آش چند رقم غذا آماده میتونیم؟ آشی که زیاد و گین باشه پلو دم بدیش اینا چکه دا بینش بیدن ایسی آش خالا شایما او را به نظرم دخصوز بیدن دخصوز بیدن
کدام شد دختر؟ همین چکرک میگه عزیز چکرکم میخوریم؟ دخته شده دمیاش و سخ مخو پرین که کدیم مندازیم سرش چیز مندازیم مورا دمی خود دیگه میخوریم برگرمی زدگی فرده یک آش دگرم ببخشن گب میزنین که آش ایرانی که جور میکنن چه قسم بود که در سر از او سیرم باز سرخ میکنن سیر جدا آش دم میزن سر آش که امروی قاشق خورده میشه آش باز بود چکت در آش میکنیم نه باز او سیر جداگانه در روغن سرخ میکنن ما که دیدیم در سر امی آش و روغن چکه و چیزا باز خود چند رقم اصلا مادم میکنم خب چند رقم از دیگه ما که سیره تراش میکنیم که چکه تراش میکنیم اینه خالش های ما دیگه شما آه خب کدی رواب دار میاد سیره تراش میکنیم در بین چکه مندازیم باز چکه را در خاصا مندازیم آه بسیار خوب خب در حالتش آش آش از دیگه آش آش اگه از این سونم پخته کنی اگه یک قسمم پخته کنی یک قسمم آش پخته میشه دیگه مریم جان شیرین باز آش بسیار لذت خدا داره بسیار مفید هم هست بسیار خوب میکنه جان خوب صحیح نگاه میکنه خصوصا بسیار خوب چیز هست آش دفتر و زدگی که بگردی شخ ببانی زکامک شوی یاش بسیار چیز هست اگر جالب دیگه میگه که کچی تا کام آش تا بام چرا قم؟ خواهی مثال یعنی چی؟ یه طور هست که نالا یکام تا میگه زکام شدم سرما خوردیم با چی میگه؟ یک ذره اگر کار شما نمیکنی میگم میکنم برو یک ذره اگر کاش کو یک دانه پرستامول بخور خود عرق بده منظورش عزیز یا آشک هر چی بخوری سبک از من خطر بیده با بامن واقعا دمیدام پایدام دارم و یک اپا دیگه است که ما هر بار که آش خوردیم یک دو ست باتش گوش نشدیم چی دلیل داره؟ ای بسیار میدره خوب نگاه میکنه رودار خوب سبک است چیزی است که سبک است مگرم بسیار خوشم دارم بسیار خوب یعنی غذایی که مایات دیگه باشه در کل زیاد سوپ دارم سوپ، آش، شوربا دیگه این همی چیزها رو زیاد دارم دال پشوری آه دیگه بسیار خوب دارم مریم جان دینا روز آمده بودم پیشخانی تانی خواه بسیار خوب سوپ هم خورده و همبرگام چی یک خواه اینه نسای که تا دان خانه ما میایه سای که مریم جان دلم بود صدا کنم مریم هم باز گفتم مصرف میشه امور ما حساب میکنم این صدا خو میکدی یا دقیق میفهمم اون جایی که میان سوپ برگردن پیش خانه پیش خانه اول اما قطعا نه مزاق کردم گفتم یک بجه روز بود گفتم تو فلکایت نارام نشه از خو نخیزن خیر بینی خواه جان جور بدید میمان داشتیم ما من متامره شوخی کردم مگرم اگر میگفتی زنگ میزدی من هم میمان داشتیم دیگه خوردن میفهم بیاین بالا پیش ما دیگه دفعه آبا خیر این ارومی شد آمادن ببخشید دیگه خیر من مجبور هستم که این سخره ما خواه امروز مایک ما خراب است ما از موبایل استفاده میکنم این سونه این سیرمی بازی کنیم بیده خاله بادام گل ناماده کدام گرزه کدام اینه کتا تمکاری میکنم که در اگام برنامه آشپزی من میفهم که کتا کمک میکنیم دوزا مینم ما بازم کتا تانین کمک میکنم تشکر خیلی بیدنی خالش ما دستای خودت که بخور اخو مزدار میشه نیخی نیه از خود ما شما مزدار است زنده باشین خب مریم جانی پیاز آماده شد دیگه پیاز سیر آماده شد اینه من رو بندست رو بندست من بندست پان جان سرخ شد این یو پتر علی خب خاله بادم گال بسیار عالی بسیار عالی نیزوز دیگه آش دیگه ببینیم که چی میشه چی میشه آش باش یک لحظه که ببینیم چی جور میکنه آش گشنیچ هم دمیه اول انداخته میشه یا پسان؟ نه مریم جو گشنیچ پسان هم پسان دوش انداخته میشه پسان دوش گشنیچ با سیا میگرده خواه کده زیاد فرد خوب از گچی یاد داشتم همیتا گفتم میگن همی گشنیچ فکر از زیاد خوبش میکنم ما باز برعکس گرفت کردی نه ما شنیدیم من برعکس شنیدیم میگه دیوانه میکنه نه میگه گشنیچ عقل کم میکنه باز مرا نمیگوی که مریم عقل کم دیوانه کیس دیگه من تو باز برخلاف معلم که خوند یک روز استاد مرا گفت تو زنکه همی گپ را که تزده تی با تشویش نه باش بودی بسیار فایده داره باز این حالا گپ معلم تا همه شنیدم از زیاد گشنید میخورم به خاطر که میگم فکرم خوب شکنه خیلی من این بینه که فکرم خوب شما نه ایره همیال فکرم هیچ کار نمیکنه فامیدی؟ چند دقیقه با دانازه که فکرم خواهم میکنه واقعیت ما شنیدم گفت زیاد از نانا از گشنید استفاده کنی که میگه گشنید زیاد فکر خوب باش یک شوخی کنم امروی تان دقیقی نیاز نیست فکر ما خراب بود پیش دکتر بریم میشینیم یک دست گشنی چه میخواییم نه بازم که پیش دکتر میریم ضعیف میباشیم فشار ما پایان میباشم میگه چرا شما زیاد ترکاری نمیخوریم نا
نمک کنی بخوری. اگر چیز خراب باشه خود دکتر نمیگه میدید نخوری. هیچ استفاده نکنی. خلا شایی مهده میدن. اینه سر تخته میزه میکنی. خیر است دردگال میزه که تخته. مهده من تخته. خب. چند ساعت در بر میگراش؟ آج دیگه میشه یک 20 دقیقه با تو قدر زیاد که همه جوش دارم زیاد جوش نشدیم او جوش داره و 20 دقیقه هم نمیرسه شاید برای 10 دقیقه آش خاله بادام گل تیار شده آه بخیر گشنی چی شده دیگه زیاد نشد یا میخوایی که بیتر دیگه من تقلای متکنی نمیخوایی نمیخوایی کم ریزه میکنم من یعنی میگم که زیاد امروز آش چیست خوبش مزدار است همیشه هم ریزه کنم که یکی هم فکر ما بجای شده چی بود دیگه؟ این زردک بود دیگه زردک هم میره سرخ میکنی؟ سرخ میکنم که باست جرقه زیرگندان رو هم نکنه رنگ رو خوشم خوب میکنه خوب مزدار میکنه چه خوب رنگه که مقبول کشیده؟ این زردک مزدار میکنه خیلی از برم زردک هم که اگه میده جرقه هم کرد شما شکر جوان هستی دندان داری باز با ما بیچاره بگو که دندان ندارم باز برای خود زردکاشو میچینم خیره نه که نچینیم خورتش میکنم خواسته ای خب یک کار میکنیم که بینیدهای عزیزم خسته نشن یک چند تصویر ببینن پس دوباره با ما باشن و باز یکان فکایات داریم و یکان خاطرات داریم و بینیدهای عزیز با ما باشن سر آش سلاتان کنیم تو جور کدگه مجا حالا آشپزیش متفاوت است ببینیم که چی میکنم من گفتم بگی لوبیا و نخاتم داخل آش منداز ما خیرم قسم میکنیم گفت نه از من آشپزی متفاوت است باز خوب آش پخته شد من سر کازای تا مندازم همه تو رسیم همه تو ما میکردم دیگه شاید کی از ما تو کده شاید یاش چی میته برای ما غربندی؟ غربندی میته واقعیت یمی سلاته را ما اولین دفعه است که من خودم نوشونیدیم که گفت یک قاب سلاتان جد کن این دیگه ما کل ما دیگه میمان خاله بادام گل هستیم یک چیز بگم یاد طرف گفتی ده چی سلاته چی مندازم؟ آلو بالو مندازم آلا می آلو مندازی یا چی وقت مندازی؟ باشه درست کنه این دفعه خواه خواه امی آلو بالو تازه؟ آلو بالو خوش که نمندازه کس خواه شاید آلو بالو تازه را در سلاته مندازم نه ما مندازیم در سلاته ما استفاده میکنیم زمانهای ما که بود مریم جان تندور بود بسر تندور بیت میکدیم و ماچ میکدیم امی کچالو را پخته میکدیم این سابقه چیزای سابق کل چیز ما را سر تندور پخته میکدیم باز تندور که دیگه ما پخته میشد دو طرف میماندیم تندور خدا پاک میکدیم نان میزدیم نان که خلاص میشد کل کار ما را چای ما را که دم میکدیم باز سر آتش چای برای ما را پر میکدیم پس بین تندور میماندیم دیگه ما را اگر وقت میبود 11 بجه میبود پس در تندور میماندیم که باش کلگی از سر کار وظیفه بیاید یک دفعه دسته رو میبردیم دیگه از تندور میکشیدیم نان میخوردیم اینا رو تو وقتی آمده که دیگه وقت سر گاز حالا گاز هاست به دود از بدگه هست وقت اگر پخته میکنن حالا خدا یخچال ها را نگره در یخچال میمانن بازی را میگرن دیگه میبینن که 11-12 شد دیگه دیگه داری؟ داریم دیگه نه یخچال از سر نگاه میکنن به زامت به جنجال دیگه وانه در سر گاز گرم میکنن اگر کسی حاضر بود وانه نان میخوره اگر کسی غیر حاضر بود بر از او میمانن قدیما او وقتی زمان نبود تا که کلان در خانه نمیشش کلان بالای سر خانه نمی بود منتظر میشنن که کلان بیاید نان بکشن
حال اگر خدا یار جانش اگر کلان در ماجد می باشه من خلاص خیلی مقدم مرچ ما خلاص کلان حالا که در ماجد می باشه میگه نه آنو چی کنه نانا بیاری خدا یار جانش آن باز میایه آنو چی میکنه نگفته نمونم خالش ایمو جان که همی قدیما اگر نمو دیگ آشپزیشان نمو چوب و کاغذ و گپا بود مگم بسیار مزدارم بود مزدارم یعنی همیاله که من یکان وقت چای سماوات میگن چای سماوات میخورم بسیار مزه میتونم سماوات چای بودم میتونیم اگه چرا نمیتونم دختر کابل هستم و نگفته و نگفته نمونه که چای سماوات زیاد خوش دارم نسبت به اینکه اگر اون اصولت گفتی خود همه چیز هست یگان وقت حمزه جان سرمه خنده میکنم چون مادر جانم هم زیاد چای سماوات خوش دارم برق هست اونه مثال یک قسم جکک هست که اوتومات اونه خودش روش جوش میکنم اونه اوتومات خاموش میشه همه چیز هست اما من خودم مادر جانم میگم بیا یا خودت یا من سماوات روشن کنیم یا چای بانیم باز حمزه جان میگه اینه که دمی بالکن هم میگه کده دود یکی کده این میگه چه قبط هم یه همسایه چی میگه خب مگر هم چای سماد بسیار چای سماد واقعیت مزه میده مریم جان شدین دیگه چای تندور زیاد مزه میده بله تندور زیاد جوش میخوره این خودم که شخصا شمالی میرم این میگم چای زیاد میخوره خلا شای ما یک گفت جالب زیادم نرک ما شمیدیم نکدیم میگم که در تندور تو در اطراف کالای خود اتون بین تندور درون میکنن میکشیدن و تو کدگی میبود سابق می سابق و تو های شمالی بود چی چکو میشد نانا که خلاص میکدیم خب دیگه که در بین تندور تا نمیکدیم چای برارا نمیماندیم باز امی کالای امی بیادرم مثلا پدرم باز امی سر تندور امی تنا پیرانه راست قد میکدیم نی بازی تو گک میگرفتیم باز امی چی آتش شلی آتش بازی تو بلند میدامد بازی امی کالا اوتو میشد نمیسخت نه بازی را میگرفتیم سر ما پس هم دنبانش هم میگرفتیم بازی را که میگرفتیم اوتو میشد دیگه شم میاردیم تا بالاخره اوی شخو نکدیم اوتوی زغالی را کدیم زغال انداختیم میشد تو اوتو هم میشد اوتوی زغالی نولکج بود اوتو زغال هم میگرفتیم دبای نزی از تندور دبای اوتو منداختیم سر از ایره پت میکدیم زنجیرک داشت گشت میکدیم باور کنی که از صبح ساعت 8 بجه اوتوکاری را شروع میکدیم 11 بجه فکس خلاص میکدیم در زغال که باش این نسوزه ای از چی از بغلاش زیاد سابقا مشکل بود یعنی کل کار سابقا مشکل بوده مشکل یعنی بود. سیاد سمیده این حال شکر بخی تو آرام است که دختر اگر مثلا عروسی میکنه آرام است اگر بچه زن میگیره آرام است اگر خوشوهای حال است خیلی احترام داره یک گپ دیگه یادم آمد خالش ایمو قریب بگوی خوشی های حال کس بسیار نارام است نه یک گپ دیگه حال یادم آمد از قصه های قدیم که یاد کردین ما در یاد چی افتیدم که گفتین دخترهای حال زیاد بسهولت از برشان آرام است که میگن قدیما که خواستگار پشت دخترها میامده پشتای فرش را میپالیده چرا؟ امی داخل که میشدن اول امی سایی به خانه دختر بالا سن بوتای از یاسایل میکرد سن لباس های از یاسایل میکرد اگر این مازه که امی بوت سیاسرا کچ میبود مثلا تنبانش تا و بالا می بود مثلا پیرانش کجی کور می بود دختر والا در یک اندک یارم می بود خوشش نمی بود خونه ایلت امی زیر فرش از یا چی بود این حالا که باز که نکل اگی می ششت خواستگار که در داخل خانه می ششت دختر نمی آمد باز مادر دختر می ششت یا مبر آمد پشت جای بازی دوی ممی زنایی که پشت خواستگار پشت دختر می آمدن بازی زیر فرش عروس می گردن اگر یک جنگلی را می دیدن مثلا یک چوب و یک چیز می گفتن نه 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 دختر از کار نیست اگر زیر فرش می دیدن که پاک است لب تندور می رفتن به یک بانه که دختر را ببینن تندور خانه که شب زدگی می بود پاک صدره سفید می بود گردای تندور دختر پاک می بود دیگه می چای بر مای برش سفید می بود دیگه بخواد می گفت دختر است چای که رای می کرد حال خود قصه نیست ان مریم جان این کاسه است نی می گو از روی کاسه خورده می شه ایال کسی کاسه را نمی بینه در پلاستیک آمو می خورن در شیشه ای آمو می خورن سابقای گپا نبود در بهترین افتابگک های گلی بود یارا بچه را قمد سر به سرخان می آمد منظم کاسای کلالی بود گوزگک های ستره بود می ماندن گلاسک های گلی بود
میخوردیم چه قمزه داشت، چی در سرخان یوار میشد، نانای تندوری بود، مردم به شوق میخورد نان تندوری. و خاله شایمه جان یک گپ بگم که چقدر او وقتا مثال مریضی و درد و گپا کم بود و فکرها و ذهنا جمع بود و قدر پیش دکتر نمیرفتن، میگفتن که طبیب خانگی نمیتر بوده. ما میگفتن قدیما زیاد پیش دکتر نمیرفتن تا ای که مثال عملیات میشد، تا یک مریضی بسیار سخت برشون پیش میشد باز پیش دکتر میرفتن، خیر از او یک طبیب خانگی همگی داشت از خود میگن. و من ای گپم و گپ دیگه که پیشتر گفتین که دختر اگر که اینمی تندرخانش پاک نمی بود و خانش یا خواستگاری را میگفتن نمیگیری میره. اما پیشت از این نمیگشتن که دختر چقدر مقبول است، دختر چقدر سال تحصیل کرده. اما آره چه رقم است؟ فقط اولین کارشان چی است که دختر تحصیل کرده باشن و مقبول باشن و یک خانواده نام نشان داشته باشن. آلا نمیگن که کارش چه رقم است. مثال امی دختر نماز میخوانه، مثال کار خانهش درست است، دختر خوب است، مثال میتونه برای ما زندگی رو پیش ببره، نمیتونه، اما فکر از این کارا نمیکنه. حالا فقط مقبول باشه، دختر تحصیل کرده باشه. خانواده هم قدر رول نداره. حالا خانواده نیست. حالا نم دختر مکتب خدا بخونه خلاص. دیگه در قصه چی نیست. سلاطین خیلی خوب. بریندای عزیز نگفتن همانه که ما خاله شایمه جان قصه میکردیم و خاله بادام گلم از وقت استفاده کرد، یک سلاطه بسیار عالی آماده ساخت که دیگه اینال خدانی چقدر مزه بده. خیلی واقعا نیره میمانه میجه که باز بخیر نیره میگه در سر آشمان حالا بادام گلت که نمی تو نام خدا در زبان خود است، که نمی تو داشتازی خدا نام جانی خاموده است. یک کار میکنیم می که بخیر یک چند تصویر بینه دوستای عزیز تایی که بخیر گل کن تایی که ما یک در دسترخان آماده بسازیم با چیزایی که نیاز است که باز استفاده کنیم، از قاشق است و نان خوشگران چیز است که ما آماده بسازیم. با ما باشین بیننده عزیز و جایتان خالی. خب برینده عزیز، قسمی که میبینین آشام آماده شد و آشام که عجب آشه، یک آش بسیار عالی جور کردن که من واقعا ایره واقعا برتون میگم که در طول عمرم قسم آش نخورده بودم. دیگه خیر ببینین، قربان دستایتان، زحمتارو ببخشین. و برینده عزیز، استاد میروانم خوششانس هستن که در وقت ازی که آش آماده شد و سفره آماده شد استادم تشریف آوردن که اینه بخیر امرای ما. دیگه سلام استاد قند. سلام. سلام بینندگان عزیز، خدا کنه جور و صحت باشین. ولی راستی گفته مردم مرا خواستارم خوشین زیاد دوست داره که در سر نان رسیدیم. این آش مزدار کی پخته کردن نمیفهم. ایرا استاد جان من پخته کردیم. مریم جان استاد جان خیلی میلیم قسم تعریف توصیف کنیم که خوش میشم. بدون از اون نام خدا بسیار آش مزدار در این طرف که سعی میکنم امیال خدا گرفت نمیتونم میگم امیال شروع کنم بخیر. خیلی استاد جان قدر که به نظرتان خوب خورد و خوش خورد و ایرم خانمتان آماده ساخت. خدا جان جور بده شما. قربانتان که شما دوستان. دیگه بفرمایین نالا بخورین من دیگه بیمان نوازی بکنم که چطور از خاله شایمه؟ نه زیاد آش خوبش، زیاد مزدار، تا بارخ مزیشم نخوردیم ازم چیریش مالا میشه که مزدار ازم چیریش مالا میشه نالا زیاد گوش نشدیم که بخوریم
نوش جان بخصوم برینده عزیز نگفته نمونه که امی آلوبالو سر دسترخوان آماده است که ایرا مزباغ در کنار خانهشان است چیندن. استاد جان چیز میگفتین؟ کاش که من از این برنامه وقتتر خبر میگیرم که این سبکی چای نمیخوردم. خب بسیار خوب. خیر اوسا جان دیگه تو یک کاسه است که مثلا میتونین دیگه گنجایش داشته باشه میدیتن. نوش جان تان بخورین مجای برینده عزیزم خالی است که واقعا یک هاش بسیار عالی جور کرده. آره رو مکس کنم این دلم نمیشه گیرم مکس کنم از پس که مقبول جور کرده ایگاه مکس شمرده ایه نخواهی ما مکسش کنم آش وطنی که میگن خواهی آش اما قسم مثال در غربن جور میشه یا میتو در کوفنگم جور میشه غربن خوالا ما نرفتیم خواهی آش قابلیش همیتو جور کردیم خواه بسار خوب ای آش استایل زدگه آه راستی مود آل است آش راستی مود آل است شما آش در قدیم چی رقم جور میکنیم دیگه ما اینه میکردکی بودیم آش جور میکنیم سرتنگور پخته میکنیم دیگه آلوی بخارا بینش منداختیم دیگه چکی گاو وطنی بود چکی وطنی دیگه. بود دیگه او رو میکنیم اینمه تو سرش پاش میدادیم دیگه تو خال خطاب نمیچنیم فقط هم تو پاش میدادیم خلاص دیگه اینو الان ببین که استایلا زیاد بالا رفته این دهاش ده آماش استاد آشم پخته کردن کدام وقت سرتان خانمتان یعنی؟ آش پخته کردیم تصادف دمی هفته یک دفعه مخته کردیم و بسیار اما تو چکی آلا از طرف قربان بر ما روان کرده بود از امو چکا ما فدا کردیم خواه باش کرد نگاه کردیم بله خواه باز یه جای شما خالی بود دیگر با تاسف دیگر ما تنها خوردیم نوشک جان تان مگم امو چکی قربان رو نگاه کرده باشین که باز دیگر اگر نگاه نکرده باشین امی آشم نمیخورم بخاطر که خلاص هم شده باشد دیگر از قربان باشید میخورم زنده باشی خیلی ببینین میگن که بسیار چکه و ماست و شیر گپا و طرف ها خوب خوبش هستم سام نی میگن اینجا اوگت میکنن و مچون نیو جان تا خالص هست اونجا در ارتباط امی لبنیات بگم بخاطر که از اطراف خوبش است که حیوانات گلوپریتون حیوانات هم اونجا اگر گز از گوسپند است یا که است از امی علوفه ها و از امی سبزیجات که در خود وطن مطبی سیاسی استفاده میکنن مطاب با تاسف از کابل یا از بعض مناطق دیگر شهری که مزنه میتن بخاطر که اینا اما تو امکانات نداره حیواناتش از راه استفاده کنن و شیر هم تو طبیعی اساس از روی بدستیه یا ماس یا چکر به این شکل جور کنم. خواستا جان دیگه نمیخوایم چون از مکتب آمدین خسته باشین و دیگه می خستگی تانم رفع میکنه آش نوش جان تان دیگه و خاطر که میگه آش دسترخیش آش دسترخیش باش کال من بوره بخورم حالا سلاته شما جور کردی بچی جور کردی می سلاته رو نخورده رئیستی نگم این حالا مخو نخورم نه که به دول هستی هم به شوقی جور کردیم دیگه و بلو بلو هم ترش هست اگه امی سلاته رو که در آش بنداز این مکس کنیم بسیار مزه دار بنداز در آشه من داختم بسیار مزه دار شد خب بینیده عزیز اگر قصه میکنین قصه کنین اگر نمیکنین که امی امزان بیایی که اینجا سرد نشه آش که یه نان بخورم این حالا آش بخوریم کاش سرخ باشه مزه میده که یخ کنه باز دیگه چی بدر میخوره میمان در سرخانه وار است آش آماده است آش بخوریم بعد از او بدن قصه بدن قصه قصه چی رو باز بدن میکنی حقیقا من بفهم میکنم اکنم قصه زیاده قصه زیاده قصه زیاده قصه زیاده نگاه کن خودت هم دیگه خاله بادم گل جان خدا جان جور بده تا دیگه می آشپزی را میمونیم آشپزی البته آش که بود سر خودت چطور آشه ما واقعا آش میمونیم کدام وقت که باز خواستیم پخته کنیم سر خاله جان واقعا که ای آش خوبش پخت خاله خطاب زد بسیار بسکو جور کرد بسیار استایلی زد مثل که دخترای کابل که استایل می کنن باز هم این آش باور کنی که استایل هم استایل برابر شد آه دیگه یه دفعه کاموده کردم خمیر میکنم میبرم اینی خوبش اینی بی خیالی نه دیگه اینی خوبش و اونم در چه قسم در دیگدان باید پخته کنید؟ در دیگدان پخته کنید که اون را حکم یک چیز دیگر هم بگم خود صفتی نشه
خانم نام خدا آشکم بهترین آشک پخته کرده میتونم میخوریم میتونم بازم امشالا زندگی بود میخوریم اینه دیگه خوش بالتون که چوب خانم دارین. خزما خو یک روزم نشده که می حمزه جان بگه همین بهترین غذایم که جور کرد به حمزه جان نگفته که بسیار خوبش. هر بار گفته اینیش کم است اینیش. سر میگم. نه. آره شوخی کردم گفتم باشه اگه خنده کنم چون نیش داشت بود. خوب استاد جان چیز گفتنی دیگه ندارین؟ چون غذا سرد میشه باید بخورین. خب بازم تشکری میکنم خدا جان جور بتی دار انشالله مگر ماشکم باید بخوریم از دست خودت خاله شایی ما خوب مصروف هستی ما مصروف خوردن هستم نوش جانه خیلی مزه داد صبحی چای نخوردم ما مامان قسم خدا در دستایت برکت تشکر زنده باشه خدا خیلی خوب خب بیننده عزیز ای بود آشه که خانم خاله بادم گل جان آماده کرده بود که مثل نام شما را آش مقبول خوب مزه دار خب هی برنامه آشپزی ما بود تا برنامه بعد شما را به لای پاک میسپاریم و خداوند روز برسه که انشالله وطن ما را آرامی داشته باشه که بخیر شما بیاین و بخیر در جمع ما همه قسم آش وطنی بخوریم غذاهای وطنی بخوریم و در کنار ما اینا قسم شاد و خندان باشین و از وطنتان از جای تفریج لذت ببرین. این بود برنامه امروز تا برنامه بعد خدا نگهدارتان.